در اینجا در رابطه با دی ادرس و اصطلاحات مرتبط با اون صحبت میکنیم. توجه بفرمایید دوستان، در این نقشه یا در کارت، دی کارت دوستان به معنی نقشه است در آلمانی. خب میبینید که یک میدان هست به نام شتافن پلاتس. شتافن پلاتس دوستان، پلاتس به معنی مکان یا میدان هم هست. شتافن پلاتس و پلاتس مذکر هم هست، یعنی در پلاتس هست. و میبینید که یک هاپت شتراسه هست، هاپت شتراسه در سمت راست، یعنی خیابان اصلی. در واقع هاپت به معنی اصلی هست و شتراسه به معنی خیابان، مثل هاپت شتات. هاپت شتات همون شهر اصلی یا شهر در واقع پایتخت کشور رو میگیم هاپت شتات. خب میبینیم که در سمت راست در واقع شتافن پلاتس یا میدان شتافن یک هتل هست و مقابلش بانک و رستوران هست و خیابان دیگه هست به نام کولا شتراسه، یعنی خیابان کولر یا همون کولا شتراسه. در سمت چپ پارک پلاتس میبینیم. پارک پلاتس دوستان همون مکان پارک یا پارکینگ هست. و در سمت راست یک اینکاوف سنتروم میبینیم، اینکاوف سنتروم که در واقع همون مرکز سنتروم مرکز است، مرکز اینکاوف یا خرید. اینکاوف سنتروم مرکز خرید هست. یک کینو هست در پایینش که سینما هست و پایینتر بانهوف. بانهوف هم که دوستان ایستگاه مترو هست و مذکر هم هست، در بانهوف. خب اما چطور آدرس بپرسیم؟ خب میتونیم خیلی ساده از این سوال استفاده کنیم. انتشولدیگونگ. انتشولدیگونگ یعنی ببخشید. ما به کسی میرسیم و میگیم انتشولدیگونگ، ببخشید. وی کان ایش. وی یعنی چطور. وی کان ایش چطور میتونم. زوم هتل یا زو بانک گهن. چطور میتونم من به هتل یا به بانک برم. خب دوستان یه بار دیگه توجه بفرمایید. وی چطور، کان ایش چطور میتونم من. چرا گفتیم زوم هتل؟ چون گفتیم برای مکانهای مذکر و خنسا باید بگیم زوم، مثل هتل که خنسا است. و بانک هم چون مؤنث است باید بگیم زور یا همون زوا بانک. به این صورت وی کان ایش زوم هتل گهن، چطور میتونم به هتل برم. یا وی کان ایش زو بانک گهن، چطور میتونم به بانک برم. حالا اگه بخوایم از مثلا کینو بپرسیم، چون کینو هم خنسا است، باز باید بگیم وی کان ایش زوم کینو گهن. وی کان ایش زوم کینو گهن. باز بانهوف یا ایستگاه مترو هم به همین صورت مذکر است، پس باید بگیم وی کان ایش زوم بانهوف گهن. اما اگر اداره پستی باشه و بخوام بگیم چطور میتونم به پست برم، چون اداره پست دی پست هست یعنی مؤنث است، باید بگیم وی کان ایش زور پست گهن. وی کان ایش زور یا همون زوا پست گهن، چطور میتونم به اداره پست برم. خب دوستان در اینجا باز در واقع یک سری اصطلاحات رو میبینید که مختص آدرس دادن هستند. اصطلاح اول چطور بگیم مستقیم بروید. گهنزی یعنی بروید. گراد آوس به معنی مستقیم هست دوستان. گهنزی گراد آوس یعنی مستقیم بروید. خواهش میکنم تکرار بفرمایید. گهنزی گراد آوس مستقیم بروید. اصطلاح بعد بیگنزی. بیگن دوستان به معنی دور زدن هست، چرخیدن هست. بیگنزی یعنی دور بزنید، بچرخید. اوکی بیگنزی. و اینکه چطور به یه نفر بگیم به چپ برو یا به راست برو. خب دوستان چپ لینکس هست، لینکس. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمیکنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در واقع اینستاگرام ما یا در تلگرام ما و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.